درود بر شما. 24 آبان ماه 1398 خورشیدی و 15 نوامبر 2019 میلادی. امشب در صفحه آخر میپردازیم به چند تا دانه درشت از نوکیسه های جمهوری اسلامی. پرده آخرم آخر برنامه. سخنرانی های هفته گذشته حسن روحانی رئیس جمهور تو یزد و کرمان یک نمایش عمومی از یک داستان تکراری بود. میگم چرا، اصلا امشب میخوایم همینا رو بگیم. آقای روحانی اول آمد داستان نفت فروشی بابک زنجانی و سه وزیر دولت احمدی نژاد رو پیش کشید. این که هنوز بعد از چند سال برای ما روشن نیست آقایی که 2,700,000,000 پول این مردم را خورد و او را دستگیر کردند و حکم اعدام هم براش صادر کردند و الان در زندان است، این پول کجا رفت؟ چه کسانی مسئول هستند؟ چرا اونهایی که در این پرونده نقش داشتند برای مردم توضیح داده نمی شود؟ من از همه مسئولین می خوام این 2,700,000,000 را برای مردم شفاف کنند. این پول نفت بوده، این پول خزانه بوده، این پول بیت المال بوده. زیاد داد نزن آقای تدبیر و امید، نوبت خودت هم میرسه بعد از تو یکی دیگه بیاد بگه به چه حقی بیش از 11,000,000,000 تومان از بانک مرکزی دادی به صندوق‌های مالی و اعتباری که مشکلاتشون حل بشه. مگه مشکلاتشون مردم درست کرده بودن که باید از خزانه دولت، به قول تو از پول مردم، از بانک مرکزی برداری بدی به چند تا دزد گردن کلوف که به اسم کاسپیان و سامن الحجج و سامن الائمه و غیره سپرده های مردم خوردن و نمیدن؟ اون وقت برای اینکه مردم نریزن تو خیابون تو هم باید از بانک مرکزی برداری، اونم 11,000,000,000 تومان بریزی تو شکمشون. بازم اینجوری مشکلات مالی دولت و مشکلات اقتصادی مملکت حل میشه؟ کجا رفتون 11,000,000,000 تومان آقای تدبیر و امید؟ چرا سردسته دانه درشت های دزدی کلان از مردم تو صندوق های اعتباری و بانک مرکزی، سردسته شون چرا ساق دوش توه؟ برای جلوگیری از بدتر شدن اوضاع اجتماعی سال 97 ولی الله سیف و برداشت از رئیس کلی بانک مرکزی، بعد به جای اینکه محاکمه بشه کردیش مشاور رئیس جمهور در امور پولی و بانکی، یعنی همون ساقدوش مالی خودت. یکی از دانه درشت های اصلی خود توی آقای روحانی، برای همینه که راحت رقبای حضرت عالی در قوه قضاییه راحت یقتو میگیرن. دادستان محترم تهران بعد از انتشار مطالب ریاست محترم جمهور هم با وزیر محترم نفت صحبت کردند و هم با مدیر کل، با رئیس کل محترم بانک مرکزی. اونها هم از برخی از این موارد اظهار بی اطلاعی کردند و برخی از این موارد رو گفتند که اخیراً آقای رئیس جمهور به اونها دستور داده است که اسناد و مدارکی رو جمع‌آوری بکنند و اعلام شکایت بکنند. ما ضمن این که اگر شکایت بشود حتما رسیدگی خواهیم کرد، این سوال را هم داریم که امروز بیش از 6 سال از استقرار این دولت می‌گذرد، چرا اگر فسادی رخ داده الان و تازه بایستی اعلام بکنند که بروید و در دستگاه قضایی شکایت بکنید؟ قطعا اگر ادله و اسناد و مدارکی در ارتباط با مفاسد هر یک از مدیران در هر یک از دولت‌ها از هر طریقی به قوه قضایی منعکس بشود، ما به اون رسیدگی خواهیم کرد و ای کاش در این موضوع هم اگر اطلاع و مستنداتی دارند قبل از این به دستگاه قضایی اعلام می‌کردند و ای کاش در این مرحله هم به جای صحبت و سخنرانی از تریبون عمومی
ابتداعاً طرح شکایت می‌کردن و از ما می‌خواستند که به این پرونده‌ها رسیدگی بکنیم و نتیجه اون رو به اطلاع مردم عزیزمون برسانیم. بله، اول به ما بگین، به مردم نگین. ما بعداً تشخیص میدیم چی رو به مردم بگیم، چی رو نگیم. شما نه، ما. این یک گوشه جنگ قدرته. هر کدوم از باندهای حکومت میخوان تمام قدرت رو داشته باشن. همشون هم میگن شفافیت. این کلمه بدبختی که تو دست و بال همه باندهای حکومتی میچرخه معنیش همینه، همین تمامیت خواهی، همین. حالا خواهم گفت. برگردیم به صحبت های روحانی. تو حرفاش یه نکته بود که رقیب و خل سلاح کرد در واقع. اسماعیلی میگه چرا دولت به جای اینکه این حرفا رو به مردم بگه قبلا چرا به قوه قضاییه نگفته؟ ها؟ حالا از روحانی گوش کنین بشنوید. من از همه مسئولین و ارگان‌ها میخوام 2 میلیارد دلار پولی که به حلقوم آمریکا رفت و دولت قبل 10 ماه وقت داشت که این پول را از حلقوم آمریکا درآورد و دست روی دست گذاشت و چند سال پیش شورای عالی امنیت ملی تصویب کرد که قوه قضاییه باید به سرعت به این پرونده رسیدگی کند و تا امروز خبری نشده است. اینجا دیگه قوه قضاییه نمیتونه بگه چرا قبلا نگفتی. شورای عالی امنیت ملی تصویب کرده که قوه قضاییه دنبال کنه. خود رئیس قوه قضاییه هم عضو شورای عالی امنیت ملی. حالا روز پنجشنبه یکی دو روز بعد از این صحبت های روحانی دوباره سخنگوی با اون لبخند ملیح چنده آورش آقای اسماعیلی اومد گفتش که در جلسه شورای عالی امنیت ملی قرار شده است، روحانی پیشنهاد داده بوده است، همون چند سال پیش که روحانی داره میگه، که همه افراد مربوطه در دولت قبل رو بگیریم. بعداً خب ما این کارو نکردیم و یعنی شورای عالی امنیت ملی این کارو نکرده و بعد پیشنهاد شورا این میشود که بنابرای گفته سخنگوی قوه قضاییه این میشود که همه کسانی که دست در کار بودن در دولت فعلی، در دولت قبلی و در دولت قبلترش همه رو بگیریم. بعد خب نشد. اصل قضیه چرا دنبال نشده؟ چون احمدی نژاد مقصره. درباره اون 2 میلیارد دلار و به فرموده پیشوا مسئول از تعرض و محاکمه و مجازات. ماجرای 2 میلیارد دلاری که روحانی میگه اینه که الان شنیدیم. در سال 1386، سال دوم رئیس جمهوری اول احمدی نژاد، از محل فروش نفت ایران دولت محمود احمدی نژاد مقادیری اوراق بهادار به میزان 2 میلیارد دلار از طریق یک کارگزار لوکسامبورگی خریداری کرد. این کارگزار بخشی از این اوراق را در اروپا و بخش دیگری را به صورت فیزیکی در سیتی بانک نیویورک نگهداری می‌کرده است. بر اساس قوانین داخلی آمریکا هر گونه استفاده از دلار در نظام بانکی در هر کجای جهان نیازمند اخذ مجوز از نظام بانکی آمریکاست. در آبان 1387، یعنی در واقع از آبان 1387، به دلیل تحریم ها دسترسی بانک های ایرانی به این پول ها ممنوع شد در داخل آمریکا. طبق گفته علی طیب نیا وزیر پیشین اقتصاد و دارایی، از اواخر پاییز 86، یعنی از 1 سال پیش از این ممنوعیت، کارگزار لوکسامبورگی به جمهوری اسلامی اخطار و اعلام می کند که دیگر نمیتوانم امنیت را برای منابع شما تأمین کنم و این منابع را بهتر است از مجموعه من منتقل کنید. یعنی جمهوری اسلامی حدود 1 سال بعد از اعلام کارگزار لوکسامبورگی فرصت داشته تا این اوراق قرضه را به داخل کشور منتقل کند که نکرده است. همون دوره احمدی نژاد. بعدم سال 1394 و 1395 دادگاه عالی آمریکا به دولت و کنگره آمریکا اجازه میده
که از این 2 میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران غرامت داده شود به قربانیان تروریسم جمهوری اسلامی در انفجار مقر سربازان آمریکایی در بیروت که 36 سال پیش اتفاق افتاد، 4 سال بعد از انقلاب 57. حالا مثلا روحانی میگه چرا احمدی نژاد و وزیر اقتصاد و داراییشو محاکمه نمی‌کنیم، راست اینکه این بیخیالی نسبت به 2 میلیارد دلار پول مردم داشتن و تو اون فاصله‌ای که هشدار داده شده بود اون یارو لوکسامبورگ که گفت ما این اوراق قرضا رو بیرون نیاوردیم و ناراحت از بابت اینکه اونا بی خیالی کردن 2 میلیارد دلار رفته این. حالا میگم خودش چی کار کرده، خیلی هاشم میدونین. روحانی اونجایی واقعا تکرار کمدی خودش میشه که مثل تبلیغات انتخاباتی سال 92 که همه مکرر دیدین دیگه، چنین میکنم چنان میکنم، فقر از بین میره، رفاه میاد، فلان میشه، مثل اون موقع جست اپوزیسیون میگیره. فساد دانه درشت ها کجاست؟ چرا به این پول ها رسیدگی نمی کنید؟ این که چند نفر را به دادگاه بردن و تبلیغ کردن و سر و صدا کردن، سر مردم کلاه نمی رود. باید مردم بدانند پولی که از جیب بیت المال رفته است چگونه رفته است، به کجا رفته است، کیا مسئول بودن. بله، اوج عوام فریبی اونجای معلوم میشه که میگه رئیس بانک مرکزیمو، رئیس وزیر اطلاعاتم و وزیر نفتم و مأمور میکنم که اینایی که قوه قضاییه رو نکرده و داره با داد برای مردم فقط تیتراشو میگه، اینا رو اون وزرا بیان برای مردم رو کنن. وزیر نفت را مسئول می کنم که این ارقام را برای مردم توضیح دهند. رئیس بانک مرکزی را مسئول می کنم تا 2 میلیارد دلار را برای مردم توضیح دهد. دستگاه های نظارتی را مسئول می کنم تا 947 میلیون دلار را برای مردم توضیح بدهند. به وزیر نفت میگویم 700 میلیون دلار پول نفت را برای مردم توضیح بدهند. بذارین اول اون 947 میلیون دلار رو بگم که میگه از دستگاه نظارتی میخوام که درباره این پول توضیح بدن. خودش هم نمیگه، یعنی جرأتش رو نمیکنه. همین همیشه اینجوریه دیگه، دیدین وامیسته اونور جوب میگه فوش بده فوش بستون، همشون این سخنگویان باندهای رقابت. ببینین ماجرای 947 میلیون دلار این است که تو خاطرات آقای محمد سرفراز، رئیس یا سرفراز، رئیس سابق، بله رئیس سابق صدا و سیمای آقایون آمده است که کمک فوق‌العاده در زمان دولت احمدی نژاد نزدیک به 1 میلیارد دلار تو پرانتز 947 میلیون دلار با موافقت رهبری از صندوق ذخیره ارزی به سازمان صدا و سیما صورت گرفت. کمک ارزی 947 میلیون دلاری به سازمان صدا و سیما در سال 1393 به پایان رسید. یعنی یه سال بعد از اینکه روحانی اومد شد رئیس جمهور اون 1 میلیارد تموم شد. خب تموم شده بود در واقع. حالا روحانی میگه حساب کتاب این پول کجاست و این پولا کجا رفته و اگه پیگیری نشه من بازم میگم. چی میگی؟ باز رقم میاری میدی که گم شده و کجا رفته؟ 6 ساله تو و جهانگیری و زنگنه دارین همین حرفا رو میزنین. چه فرقی میکنین با اونایی که میگین خوردن و نمیگن کجا بردن؟ شما هم به مردم نمیگین. حالا چون نزدیک انتخاباتتونه اومدی طوری حرف میزنی که مردم بدونن مثلا
خودت میدونی، خودتون میدونین کی برده کجا رفته، ولی میگی باید قوه قضاییه بگه. یعنی چی؟ یعنی داری رقیب قدر تو تهدید میکنی که هی رو تو زیاد نکن، من همه چیو میدونم، اگه بگم برات دردسر میشه و برای خودت هم دردسر میشه. اینطوری مثلا تهدیدش میکنی، چون رقیب قدر چیکار کرده؟ داداش تو و داداش معاون اول تو آقای جهانگیری رو گرفته. بله، اینه جنگ کثیف قدرت، اینه. مردم مفقودن. فقط وقتی تو رینگ قدرت سر هم دیگه داد میکشین، مردم تماشاچی مسابقه مشتنی شما میشن. حقی که مردم دارن فقط همین تماشا کردن. داداشت کجاست الان؟ آقای حسن فریدون، مشهور به حسن روحانی. اصلا چرا ناراحتی از این بابت؟ داداشت که زندان نیست که. 28 مهر 98 حسین فریدون که صبح روز 24 مهر 98 برای تحمل محکومیتش به 5 سال حبس راهی زندان اوین شده بود، به مرخصی رفت. یعنی 4 روزم نشد طول مدت زندانش. جرمش چی بود؟ فقط یک قلم رشوه، یه قلمش رشوه، دریافت رشوه از رسول دانیالزاده، ابر بدهکار بانکی، که همین هفته خودتون فرمودین، سپاه فرمودن که از ترکیه برش گردوندن و بردنش زندان، یعنی مثلا دستگیرش کردن. رشوه دانیالزاده به شخص حسین فریدون 31 میلیارد تومان و اهدای ویلای 640 متری در منطقه سعدآباد به همسر دستیار ویژه رئیس جمهور حسین فریدون، زن داداش رئیس جمهور. داداش معاون اول رئیس جمهور کجاست که به خاطر ناراحتی اون انقدر داری عربده میکشه؟ آقای روحانی، مهدی جهانگیری 14 مهر 96 در کرمان بازداشت شد، از زندان نرفت، به توصیه قاسم سلیمانی و با وثیقه 1000 میلیارد تومانی آزاد شد. 1000 میلیارد تومان داد، 1000 میلیارد تومان پول خور داد، اومد بیرون، نرفت زندان دیگه. خب چرا اصلا گرفتنش؟ خب همینجوری قاسم سلیمانی میگفت 1000 میلیارد تومان بده به من، شریکشیم با هم، با هم بخوریم، تک خوری نکن. نه کجا اومدن به این پولا رسیدن؟ به گفته سردار ابو حمزه فرمانده سپاه سارالله استان کرمان، اخلال در مسائل مالی کشور، کسب درآمد نامشروع و خروج ارز از کشور از جمله دلایل بازداشت مهدی جهانگیری است. پرونده برادر معاون اول رئیس جمهور مرتبط با بانک گردشگری و بانک سرمایه که به دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی ارسال شده بود، این آخری خبره، از مهر 96 تا امروز همچنان در مرحله تحقیقات است. یه مجازات شد البته، تنها مجازاتی که دیدیم شد استعفا دادن از هیئت مدیره بانک گردشگری بود. باور کنید این تنها مجازاتش بود. همین هفته پیش از هیئت مدیره این بانک استعفا داد، این هم برگه استعفاش، و خب چون استعفا داده دیگه حیوانی فقط براش مونده یه 20-30 شرکت بزرگ تجاری و مالی که همه سهامدار هلدینگ سمگاه هستند، شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران، فقط همینا براش مونده دیگه، یه جوری باید سر کنه. باور کنین خودشون هم میدونن اینا مسخره بازیه، فقط واسه اینکه اگه بتونن لااقل بخشی از مردم رو باز سر کار بذارن. ببینین، فقط نگاه کنین به رقمهایی که الان نشون میدن و ببینین. بله، 80,000 میلیارد تومان مطالبات معوق بانکی، سرنوشت نامعلوم 22 میلیارد دلار،
170 میلیارد دلاری که صفر شد. 100 میلیارد دلار معلوم نیست کجاست. غلامعلی جعفرزاده نایب رئیس فراکسیون مستقلین مجلس در خصوص اظهارات اسحاق جهانگیری مبنی بر خروج 22 میلیارد دلار ارز برای کنترل قیمت ارز در دولت سابق اظهار داشت: اولین بار که من این موضوع را در قالب مصاحبه با یک سایت معروف مطرح کردم، بعد از یک ساعت آن خبر از روی سایت حذف شد و مسئولان آن سایت خبری گفتند از طرف یک نهاد نظارتی، یعنی چه اونم اطلاعات سپاه، با ما تماس گرفتند و مجبور به حذف این خبر شدیم. این در حالی بود که من تمامی اسناد مربوط به موضوع را در اختیار داشتم. کیان دانه درشتا. یکی دیگه هم بذارین من اضافه کنم برای آقای قوه قضاییه، برای آقای رئیس جمهور، اینا چه میدونم. نماینده دادستان در پرونده بانک ملت گفت 116 میلیون درهم گم شده است. نماینده دادستان تهران افزود آقای سعادتی و فلاحتیان باید شفاف بگویند که این 116 میلیون درهم کجاست، چون از نظر ما گم شده و روشن نیست که کجا رفته است. سعادتی و فلاحتیان کیلو چند؟ گیرم اینا اومدن گفتن ما این پول رو تکخوری کردیم، ببخشید. خودتون با سرمایه های مردم، با پولی که باید خرج نان و مسکن و رفاه مردم باشه، چه کار میکنین؟ میگم چه کار میکنین؟ در حالی که سیاست پرداخت وام های خارجی به دیگر کشورها در دولت 11 متوقف شده بود، ایران با پرداخت وام 500 میلیون دلاری به ونزوئلا و در نظر گرفتن اعتبار 40 میلیون دلاری برای پرداخت وام به زیمبابوه، سیاست پرداخت وام به کشورهای دیگر را از سر گرفت. 540 میلیون دلار برای چی میدی آقای تدبیر و امید به زیمبابوه و ونزوئلا ورشکسته، وقتی میگی پول برای اداره مملکت نداریم؟ آخه یه سوزن به طرف بزن، یه جوالدوز به خودت. قبلا احمد، حالا برعکس گفتم، قبلا احمدی نژاد میداد، حالا شما میدین. هیچی هم آید مردم نمیشه جز فقر بیشتر که از سفرهشون و از رفاهشون میزنین میدیم به این کشورهایی که من چه میدونم. همین هفته پیش بود که حاصل 100 میلیون دلار پول دادن به سنگال منتشر شد که چه محصولی داشته. ایران خودرو در کشور سنگال حدود 100 میلیون دلار سرمایه گذاری داشته که این سرمایه گذاری هیچ تولید و هیچ سود و منفعتی برای این شرکت به همراه ندارد و حتی برای ایران خودرو متحمل هزینه های مالی هم هست و این هزینه ها روی خودروهای تولیدی در ایران سرشکن می شود و همین مسئله باعث می شود قیمت خودرو بالا برود. وقت می از سخنرانی میکنی میگی دولت پول برای اداره کشور نداره. روحانی در کرمان، بخونم براتون دیگه نمیخواد گوش بدیم هر بده ها رو. روحانی در کرمان با اشاره به شرایط غیر عادی کشور به ضرورت پرداخت مالیات برای اداره کشور اشاره کرد. میخواد اینجوری در بیاره پول، حالا چی میشه نتیجه، و پرداخت آن را واجب خواند و گفت با وجود همه تلاش ها تنها 30% درآمد مورد نیاز دولت از طریق مالیات و عوارض گمرکی به دست می آید، در حالی که در سایر کشورها درآمد مالیاتی 80-100% خزانه دولت ها را تشکیل میدهد. خب آقای رئیس جمهور گله می فرمایند که از مالیات چیزی در نمیاد، فارغ از بنیادها و مؤسسه های خیریه و نمایندگی های ولی فقیه و مدارس غیر انتفاعی و اینا که معاف از پرداخت مالیاتن، فارغ از اینا بخش مهمی از مملکت مالیات نمیدن. یه سند ببینین تا بدونین خود مؤسسه های دولت که باید مالیات بگیره اونا چقدر مالیات میدن. تاریخ 26/3/98، فهرست رو ببینین، باورتون نمیشه که تو کشوری که ادعای اینو داره که مشکل ما فقط برجامه و اگه نقض برجام نمیشد ما قله های اقتصاد و رفاه عمومی رو فتح میکردیم، تو الفبای اداره اقتصادی و مالی مملکت
موندن. ببینید دیگه، فهرست دستگاه‌هایی که همکاری لازم را با سازمان امور مالیاتی کشور ندارند: شرکت پست جمهوری اسلامی، وزارت صنعت و معدن و تجارت، شهرداری تهران، سازمان ثبت احوال، شرکت مخابرات و همراه، شامل همراه اول ارتباطات سیار ایران و رایتل، معاونت ها و نهادهای زیر مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شامل سازمان اوقاف، سازمان امور سینمایی، بنیاد بازی‌های رایانه‌ای، سازمان حج و زیارت، معاونت قرآن و اطرت، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، معاونت امور هنری، ستاد عالی کانون‌های فرهنگ و هنری، مساجد، مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال، معاونت ها و نهادهای زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، زیر مجموعه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شامل سازمان غذا و دارو و معاونت درمان، سازمان تنظیم و مقررات و ارتباطات رادیویی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و مرکز آمار قوه قضاییه. با جزئیات نامه وزارت دارایی به معاون حقوقی و پارلمانی وزارت خونه ها رفته است در این اسناد. خب برو های دولت تدبیر و امید، تدبیر و امید کن، مالیات از زیر مجموعات بگیر، از وزارت خونهات بگیر. فقط باید کارمنده و معلم و مالیات از حقوقشون هر ماه کسر بشه. معلومه با مالیات حقوق کارگران و معلم و کارمنده جزء ادارات دولتی فقط اونا رو فقیرتر میکنی و هرگز نمیتونی با مالیات، با کسر حقوق این اکثریت شریف حقوق بگیر جزء مملکت و زحمتکش، هرگز نمیتونی 150 هزار میلیارد تومان مالیاتی رو که برای بودجه سالانه لازم داری تامین کنی. آخوند که بشه اقتصاددان، اینه دیگه نتیجهش. بعد از فساد فقط این پولای گم شده نیست که مافیای فامیلی خودت رو قبط رو گم میکنین، خود این مافیای خانوادگی و فامیلی شده الگوی همه دم کلفتای نظام مقدس. یکی دو تا نمونه عرض بکنم خدمت شما. حمیده زرآبادی نماینده مجلس بعد از اینکه رسما از آذری جهرومی وزیر ارتباطات درباره پارتی بازی و راندخاری آقای وزیر سوال کرد و جوابی نگرفت، در این باره بذاری من قبل از اینکه صحبت‌های خانم بشنوی، نه بهتره بعد از اینکه جوابی نگرفت، در این باره یه عده روزنامه‌نگار و دانشجو رو جمع کرد و براشون توضیح داد موضوع رو که آقای آذری جهرومی وزیر ارتباطات چه موقعیتی برای خودش و خانواده‌اش درست کرده به دلیل موقعیت مدیریتی در نظام مقدس جمهوری اسلامی که داره. ببین، من توی نطقم این موضوع رو مطرح کردم، چند روز بعدش هم یک سوال پرسیدم، چون آقای جهرومی هیچ پاسخی به مواردی که من در نطقم مطرح کردم ارائه ندادن، اتفاقا در خصوص حضور یکی از اقوام ایشون هست، و بعدش به من گفتن که مستند نداری. چند روز پیش یه مستندم منتشر کردم که در واقع ایشون چقدر داره کارمزد ماهیانشون هست. نقش خانم سنا اسدیان در انعقاد قراردادهای کلان بیمه‌ای با شرکت رایتل چیست؟ با توجه به انعقاد قراردادهای کلان بیمه‌ای توسط خانم سنا اسدیان، نمایندگی کد 2323 بیمه ما وابسته به بانک ملت با شرکت رایتل و شرکت‌های حوزه ارتباطات و آیتی پاسخ به سوالات زیر به طور کامل و شفاف در اسرع وقت ضروری است. آیا خانم سنا اسدیان با جناب عالی ارتباط فامیلی دارد؟ در صورت بله، خواهر خانمش، در صورت مثبت بودن نسبت دقیق ایشان را اعلام بفرمایید. من تو نطقم اشاره کردم ایشون هیچ پاسخی نداد. بعد سوال پرسیدم 21/7، برگه سوال من رفته وزارتخونه، ایشون کاملا مطلع. من برگه سوالم منتشر کردم توی آبان ماه بود، 11 آبان.
این خانم متولد 65. شما چند تا جوان 65 بیکار دارید؟ میشناسید؟ کارمزدش 137 میلیون بوده ماهی. تو همون لیست منتشر شد. مثلا یه ماهش در کل در 3 سال 2 میلیارد و 300 بوده. شما تقسیم کنید یه چیزی میشه ماهی 69 میلیون. خواهرزن آقای وزیر در زمانی که ممجواد آذری جهرومی در شرکت خدمات ارتباطی رایتل مشغول به فعالیت بود یک قرارداد می‌بنده با این شرکت و بعداً با زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات که منجر به کسب کارمزدهای میلیاردی در مجموع 23 میلیارد ریال تا شهریور 98 شده 2 میلیارد و 300 میلیون تومان. ببینین قرارداد شرکت بیمه‌گر رو. بیمه ما به نمایندگی سنا اسدیان خارزن ممجواد، بله این بیمه ما تاریخ قرارداد 1/3/1398 شروع قرارداد و تاریخ انقضای قرارداد 1/3/1399. حق بیمه صادره مبلغ 27 میلیارد و 360 میلیون ریال. بیمه‌گر شامل شرکت بیمه ما مال خارزن وزیر جوان و بیمه گذار شرکت خدمات ارتباطی رایتل. رایتل توش کی بوده؟ آقای ممجواد آذری جهرومی. طبق این قرارداد همه کارکنان شاغل تمام وقت رسمی و پیمانی که بیش از یک سال سابقه کار در شرکت رایتل دارن با خانوادهشون از طرف بیمه گذار بیمه میشن دیگه. سهم بیمه برداشته میشه از حقوقشون که بهتون گفتم 27 میلیارد و 360 میلیون. بعد تو حوزه فناوری ارتباطات هم اینطور. سنا اسدیان و همسرش محمدعلی نوابزاده رضوی در سال 1397 شرکتی به نام مماس مسیر فناوری ثبت می کنند در تاریخ 12 شهریور 97. موضوع فعالیت شرکت سنا اسدیان خارزن ممجواد طراحی، تولید، پشتیبانی نرم افزارهای رایانه‌ای و تلفن همراه هم از سفارش مشتری و واردات است. سرمایه اولیه شرکت مماس مسیر فناوری 1 میلیارد ریاله. باورتون میشه؟ 1 میلیارد ریال، 100 میلیون تومان. و سنا اسدیان و سید محمدعلی نوابزاده رضوی، اینا مدیر عامل و عضو هیئت مدیره اعلام میشن. سنا اسدیان تو این شرکت رئیس هیئت مدیره است. نشانی شرکت مماس همون نشانی شرکت بیمه ماست. اگر یه بار دیگه این تصویر شرکت مماس رو نشون بدین تو اون درد شده هستن که نشانی هاشون هم یکیه. در سایت شرکت بیمه ما تو فهرست نمایندگی های حقیقی این شرکت بیمه‌گر به اصطلاح اسم نمایندگی 2323 متعلق به سنا اسدیان نوشته شده. نتیجه چه می شود؟ ظرف یک سال اخیر این شرکت که نمایندگی بیمه ما رو در اختیار داره کار کرده به اصطلاح و طبق اعلام نماینده مجلس خانم زرآبادی رانتی میلیاردی برای عقد قرارداد با شرکت های بزرگ فناوری اطلاعات ایران داشته است. این رانت هم کیه؟ ممجواد وزیر جوان.
خب وقتی افشاگری حمید زرآبادی نماینده من، ببینید خیلی حرف در این باره هست که امیدوارم کل موضوع رو دریافته باشید اگر دنبال نکرده بودین و دیگه وارد جزئیات خسته کننده نشیم. وقتی افشاگری حمید زرآبادی نماینده مجلس منتشر میشه، آقای وزیر جوان میگوید بیان یک لایو اینستاگرامی بذاریم تا من با سند بهتون بگم که اینا همه تهمت و افتراست. لایو اینستاگرامی میذاره. خانم حمیده زرآبادی نماینده مجلس هم دعوت میکنه. خانم زرآبادی توی با یک انتشار ویدیویی و تو توییتش هم مینویسه که لایو در این به مناظره با وزیر جوان در اینستاگرام نمیاد، منتظر دیدار او در صحن علنی مجلس و پشت تریبون مجلس است، چون که ما سوال رسمی کردم اونا نماینده مردم. این قرتی بازی ها چیه؟ لایو اینستاگرامی فلان، بیا جواب بده اونجا. منتهای جهرومی لایو گذاشت در راه مقابله با مسیری که ما شروع کردیم، اول ماجرا نیست، آخر ماجرا هم نخواهد بود. حالا امروز با جناب فرد و بعد سراغ مابقی هم بریم، تک تک شروع میکنن. البته ما خدمت شما هستیم و تک تک رو توضیح میدیم، چون بنده از زندگی خودم اطمینان خاطر دارم. این کل جوابه، باور کن. اینا یک جواب مشخص فقط داد ایشون، بشنوین بعد برمیدیم. ادعا شده که این قرارداد رانتی داده شده. من ممنون میشم دوستان هر سندی از مداخله بنده در عقد قرارداد اینها وجود داره منتشر کنند. دو، قرارداد در سال 94 بسته شده. اصلا بنده در سال 94 وزیر نبودم. بنده در سال 94 برج 4 عضو هیئت مدیره شرکت رایتل شدم و در برج 7 استعفا دادم از عضویت در هیئت مدیره رایتل. و زمانی که عقد قرارداد شده 1/1/95 بوده که بنده حضوری در اون مجموعه نداشتم. دروغگو کم حافظ است. ببینین رزومه شو، رزومه همین آقای ممجواد جهرومی، آذری جهرومی رو. این رزومه کاریش در سایت رسمی وزارت ارتباطات و فناوری. ایشون 2 سال عضو هیئت مدیره رایتل بوده. توی این لایوی که شنیدین میگه از برج 4 تا برج 7 سال 94 عضو هیئت مدیره رایتل بودم، در حالی که قرارداد سال 95 بسته شده و فلان و اینا. از سال 94 و سال 95 هر دو ایشون عضو هیئت مدیره رایتل بوده بر طبق رزومه ایشون در سایت وزارت ارتباطات و فناوری که میتونین همتون بریم ببینین. چی میگه؟ من نمیدونم 3 ماه بودم و بعد استعفا دادم. همون موقع تو همه کاره بودی، قرارداد بستی با خارزنت، بعد بیشتر وقت لایوش آقای ممجواد جهرومی داد به باجناقش که توضیح بده از کجا اومده و چقدر فناوره و از این حرفا که ربطی اصلا به این بحث نداره. خارزنشو که بعد از ممجواد و زنش فرد اول این سوء استفاده فامیلی است و نیاورد توی لایوش، شوهرش آورد، همین که دیدین. چون خب خانوما نباید چهرهشون دیده بشه، اینجا فقط بعضی جاها در کنار همسرش خودش دیده میشه، ولی خواهرزنش اصلا هیچ جا دیده نمیشه و در این لایو هم که قرار بود توضیح بده نیامد. حالا یه چیز دیگه هم مطرح شده تو صحبت‌های خانم زرآبادی نماینده مجلس. نکات دیگری مطرح شده است که نشون میده ظاهرا آقای وزیر جوان با این لایوی که گذاشت، لایو اینستاگرامش، فقط خواست فرار به جلو بکنه، یه شبه حواسا رو پرت کنه، فقط به یه موضوع متمرکز بشه. پای 2 تا اسم دیگه به انتصابات خانوادگی و فامیلی پرونده آذری جهرومی باز شده. هادی آذری جهرومی داداش ممجواد و فاطمه صحراییان زن هادی. خانم زرآبادی نماینده مجلس در گفت فاطمه صحراییان یکی دیگر از آشنایان آذری جهرومی است که قراردادهای کلانی با شرکت وی که یک شرکت خصوصی است بسته شده و تعداد زیادی از نمایندگی های رایتل و ایرانسل در جهروم
وجود دارد که به نام این خانم است. بعد خانم نماینده جزئیاتی رو میگه، از جمله میگوید که همسر خانم صحراییان هم کسی نیست جز آقای هادی آذری جهرومی، برادر آقای ممجواد آذری جهرومی. هادی آذری جهرومی برادر وزیر و فاطمه صحراییان زن برادر وزیر، با سوء استفاده از این رانت آقای وزیر جوان تعداد زیادی از دفاتر نمایندگی ارتباطی اپراتورهای رایتل و ایرانسل و همراه اول تو شهرستان جهرم زادگاهشون و تو استان کرمان رو صاحب شدن. اینا رو گفتم که به این نتیجه برسم. آی رئیس جمهور تدبیر امید که اینقدر فریاد میزنی، تو وزارت ارتباطات و فناوریتون چه خبره؟ ممجواد آذری جهرمی تو چه کارهای خبره بوده و هست که به عنوان وزیر جوان آوردیش تو دولت تدبیر و امید و اینقدر حل با حل باش کردی؟ وقت داری؟ من قبل از اینکه یه فایل صوتی براتون بذارم که حتما باید امشب بشنوید اینو، یک معرفی کوتاهی از آقای ممجواد آذری جهرمی بذارید داشته باشم. هرچه که سخن درباره این آقا بسیار است، ولی یه مقدمه کوتاهی. آقای امیر مقدم مدیر روابط عمومی و روابط پارلمانی معاونت اجرایی رئیس جمهور در دولت یازدهم نوشته است که این آقای امیر مقدم، البته مدتی است که به عنوان روزنامه‌نگار افشاگر داره می‌نویسه و به فغان آمده، آنطور که خودش می‌گوید از ستم جوان به فغان آمده از ستم‌هایی که در حوزه اقتصاد سیاست و اجتماع در ایران می شود به واسطه حضور این بختک نظام مقدس. امیر مقدم اخیراً هم به دادگاه احضار شد، زنش هم به دادگاه احضار شد، بازجویی و پیگردای اینجوری به هر حال ادامه دارد. باری آقای امیر مقدم نوشته است آذری جهرمی در بحران دانشجوی سال 82 در اعتراض به حکم اعدام هاشم آقاجری استاد دانشگاه همدان که به دلیل یک سخنرانی به اعدام محکوم شد، به صادقی رئیس حراست دانشگاه عباسپور متصل می شود و به عنوان خبرچین حراست دانشگاه اخبار فعالیت های دانشجویان را به حراست دانشگاه گزارش می دهد. این همکاری باعث می شود تا حراست دانشگاه عباسپور در موضوع کسر معدل او ورود کند و مانع از اخراج او از دانشگاه شود. نهایتا جهرمی با کمک صادقی رئیس حراست وقت دانشگاه عباسپور در سال 83 با معدل 12.3% فارغ التحصیل می شود، یعنی با ارفاق. جهرمی سال 83 از طریق صادقی به وزارت اطلاعات جهت استخدام معرفی می شود. به دلیل معدل پایین دیپلمش او را در ستاد وزارت پذیرش نکرده و به کارشناس حراست انسانی به حراست نیروگاه و سد عباسپور در خوزستان می فرستند. جهرمی به تدریج خود را به ابوالحسن فیروزآبادی، همون تانکی که یه دوره رئیس ستاد فلان بود و ارتش و اینا بود، به ابوالحسن فیروزآبادی در واجا وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نزدیک میکنه و با حمایت از او در سال 88 به عنوان کارشناس در بخش شنود تلفنی مکالمات وزارت اطلاعات، یعنی مکالمات مردم، مشغول میشه. جهش آذری ببینین اینها نوشته عرض کردم آقای امیر مقدم مسئول روابط عمومی معاونت ریاست جمهوری دولت یازدهم. جهش آذری جهرمی از این پس که از این پس در واجا به عنوان جواد ناظری شناخته می شود تو وزارت اطلاعات، بهش میگن جواد ناظری، معروف هم هست، میدونین که بچه‌هایی هم که سال 88 گرفتنشون خیلیشون گفتن که این آقای جهرمی یعنی همین ناظری در مسئله تمام بازجویی ها رو شنود میکرده و دخالت داشته است در بازجویی ها. برحالیشون در اواخر سال 89 بوده است که حیدر مصلحی وزیر اطلاعات گمارده خامنه ای در دولت احمدی نژاد از اون میخواد، از آذری جهرمی میخواد که مجتبی خامنه ای رو شنود بکنه. نبینید شهر چقدر شلوغه. به نوشته آقای امیر مقدم، جهرمی هم زیرکانه موضوع را به مجتبی خامنه ای منتقل میکند
و این آغاز حمایت خاص بیت و مجتبی خامنه ای از جهرومی می شود. در ماجرای عزل مصلحی وزیر اطلاعات احمدی نژاد توسط احمدی نژاد و بعد اون ماجراهای قهر کردنش و اینا، مجتبی خامنه ای با کی همراهه؟ یعنی علیه مصلحی است و با این که بعدن میشه وزیر جوان همراهه، مسئول شنود وزارت اطلاعات که رفته راپورتش رو داده به مجتبی خامنه ای. اما به نوشته امیر مقدم زور حجازی بیت به مجتبی خامنه ای میچربد و در واقع دلیل قهر احمدی نژاد هم رفتار دوگانه بیت خامنه ای بوده است. معرف و حامی جهرومی برای وزارت هم مجتبی خامنه ای بود که میدانیم با محمود واعظی روابط نزدیکی دارد. دلیل پست نگرفتن حیدر مصلحی علی‌رغم تلاشش نیز همین است، یعنی آزار دادن مجتبی خامنه ای. آماده و راپورتش هم که جهرومی داده به مجتبی خامنه ای، آماده کردن جهرومی برای ریاست جمهوری هم که الان همه این داده بیداده برای اینه که میخوان بکننش رئیس جمهور، هم وزیر جوانو آماده کردن جهرومی برای ریاست جمهوری هم با نظر مجتبی خامنه ای بوده و در این راستا رزومه سازی برایش صورت گرفته توسط چه کسی؟ فیروز آبادی. اما بنابراین حدود دو ماه پیش به دلیل رسوایی های مالی پایان پروژه ریاست جمهوریش توسط واعظی به وی اعلام می شود. دلیل شدت گرفتن فعالیت های انتخاباتش هم همینه. باری اجازه بدید به حیات خلوت یکی از مهمترین وزارتخونه های دولت روحانی سری بزنیم تا ببینیم این دادهایی که روحانی یا هر کس دیگه ای درباره مبارزه با فساد مفسدان میزنه چقدر حقیقی است. دانه درشتا کیان صدای ضبط شده یکی از مدیران ارشد وزارت صنعت معدن و تجارت است که بهش میگن وزارت سمت با ساد. بشنوین که داره با مدیران زیردست و همکارش صحبت میکنه. ایشون که داره حرف میزنه مؤید حسینی صدر هستن، مدیر عامل پیشین مهمترین شرکت خارجی وزارت سمت به اسم آسکوتک که زیر مجموعه ایمیدروست. مطابق این اسناد مؤید خان قرارداد با شرکت ایمیدرو رو در تاریخ 16/1/2019 به مدت یک سال امضا میکنه به عنوان مدیر عامل جدید این شرکت در آلمان. میزان حقوق ماهانه حسینی صدر طبق پاراگراف 4 بند 3 قرارداد حدود 14000 یورو، حدود 200 میلیون تومان ماهانه. بعد از 7 ماه که نتونست اقامت کاری بگیره این آقا در آلمان و تو این افما با ویزای توریستی مدیر عامل شرکت خارجی وزارت صنعت و معدن بود، استعفا میده یا چه میدونم برکنار میشه. آقای مؤید حسینی صدر از سفارش شده های محمد شریعت مداری وزیر قبلی صنعت و معدن و تجارت و همینطور از نزدیکان آقای روحانی وزیر فعلی صنعت هستند. صحبت هایی که میشنم این درباره چگونگی مدیریت در حیات خلوت وزارت صنعت و معدن و تجارت در آلمانه. صحبت اولش از سفارش معاون وزیر خداداد غریب‌پور شروع میشود که سفارش چند نفر کرده برای کار. نیروهای جدیدی که اضافه شدن 3-4 نفر آقای غریب‌پور با تاکید گفته اینا حتما یک کارش بکن اونا حتما و مکررسه. ما الان 5-6 نفر اضافه داریم، باید این 5-6 نفرمونو هم با افزایش درآمد شرکت جبران کنیم، هم در سالهای آینده دیگه نفر ورود ندیم، دیگه فکر کنیم که اینایی که دارن بازنشسته میشن هیچ راندمانی ندارن، اینا رو هموار بکنیم که برن و اجازه ورود نفر جدید ندیم و الا هزینه پرسنلی ما شما بهتر از من شرکت داری کردیم، آقایون هم خیلی اطلاعاتشون بیشتره. ببینین فردا یکی بیاد هزینه پرسنلی ما رو میپرسه، میگه آقا چقدر بود، چقدر تحویل گرفتی، چقدر تحویل دادی، بیلان مالی چقدر، گردش مالی بوده، چقدر سودت بوده، نمیدونم کاهش هزینه ها چیکار کردی، همه اینها به نظر من مهمه. اونجا هم هزینه ها یوره. اگه اینقدر مو رو از ماست میکشم نمیدونم چی جوری اینقدر بخور بخوره. بعد از چند سال یهو میفهمن تو فلان نهاد وزارتخونه فلان فساد اتفاق افتاده. اگه اینقدر دقیق حسابرسی بشه پس باید خیلی زودتر میفهمیدن. چرا نفهمیدن؟ دو دلیل داره. یکی چون نخواستن بفهمن و همه دستشون توی کاسه است. نمونه های فراوان، طبری، صادق لاریجانی، آستان قدس، ری شهری، شابتالعظیم، کل فهرست بی‌انتهای موجود. و دوم اینکه دوزا سر هم دیگه هم کلا میذارن تا میتونن از هم دیگه قایم میکنن که تکخوری بکنن. اینجا یک ماه و نیمه که من اومدم بیشترش هم این طرف بودم، هنوز من نرفتم طبقه دو که ببینم اونجا چه خبره یا طبقه یک.
چون من به این اعتقاد ندارم که مجموعه رو دور بزنی، هی تونل بزنی بری لایه های سیلی. هر کسی که میاد اونجا شأنی براش تعریف میشه، در همون اندازه هم ما با اون برخورد میکنیم، دیگه نمیریم یا مثلا پایین دستش ببینیم خب آقا شما بیا مستقیما توی این نیروهای ما، آقای نجاتی قراره بیاد، آقای فلان بیاد. خب نجاتی هم آقای فریدپور از بالا گفتن، نجاتی رو من میخوام بذارم نتتال، دیگه چاره ای ندارم، راه دیگه ای ندارم، مدداه مدداه. سفارش آقای قریب‌پور معاون وزارتخونه. بنابراین ما باید چرا خاموش بریم؟ ما به هیچ وجه اطلاعات به بیرون ندیم. من حتی توصیه‌ام اینه به خودم اول که وقتی نماینده میاد، کسایی میان که خودیان که هیچ، هیئت مدیره اینا هیچ، ولی اینا باید توضیح بشن. اما اونایی که مخصوصا نماینده میاد، از فلان وزارتخونه میاد، حتی من به مجتهدم گفتم، یعنی وقتی اومدم وضعیت اینا رو دیدم، گفتم که شما مبادا اینو مثلا بنز رو بیاری نشون بدین، خب مبادا ببری مثلا از درآمد صحبت کنی، از نمیدونم فلان. مهمانسرا هم که بردیم از اون 20 30 متری 40 متری ها یه دونه میبریم، میگیم آقا مثلا اینجوری یه درآمد. یعنی الان شما این نیکو سخن نمیدونم از کجا تعلیم دیده، خیلی زرنگ، خیلی پسر زرنگ. یعنی که هر کی میرسه پیشش و یه دستمال با خودش ببره، این نیم ساعت مرثیه میگه. یعنی به خدا یه کاری میکنه که شما مثلا بگی که بزنیم یه ذره برای این گریه بکنه، بعد شروع میکنه که آقا اینجا پلیس اینجوری مشکوکه، جهان سه اصلا هر کی از خارج میاد مشکوکه، جاسوسیه، ما اینجا مشکلات داریم، پولمون اینطوریه، نقل انتقال اصلا در حال تعطیلی هستیم، در حال فلان هستیم. طرف میگه خب من با این چیکار دارم، اینا دو ماه دیگه میبندن میام دیگه. یعنی ببین من اینا رو که گفت، بعد ببین عیناً همین کاریه که ولی کار درسته. یعنی مبادا ما اونجا بیایم بگیم که آقا تحریم مشکل نداره، خیلی هم خوبه، بچه‌مون هم میره مدرسه، فلان هم هست، خونم اینطوریه، آباباش اینطوریه، همه چی رو باید برعکس به تعارف نداره. خداداد قریب‌پور همین الان هم معاون وزارت صنعته، چون شما عوضان شده. اینا همش خودش پرده آخره، بریم پرده آخر. ولی پیغمبر به استقبال مولا رفتن، آغوش باز کردن، امیرالمومنین رو در آغوش گرفتن. اصحاب میگن دیدیم امیرالمومنین هضم شدن در وجود پیغمبر اسلام، به طوری که فقط و فقط پیغمبر دیده میشه. صدای تکبیر بلند شد، یا رسول الله چی شد؟ حضرت فرمودن آخه من چجوری حالیتون بکنم؟ من و برادرم علی ابن ابی طالب یک حقیقتیم. گفتن یا رسول الله یعنی از این به بعد دیگه ما امیرالمومنین رو نمی‌بینیم؟ فرمودن صبر کنید. شروع کردن با یه القابی امیرالمومنین رو صدا بزنن. یه نمونهش رو عرض میکنم، ترجمه نمیکنم، نوش جان اهلش. شروع کردن القابی رو به کار ببرن، از جمله با صدای بلند خطاب کردن یا بار الکون، با یه همچین تعبیر امیرالمومنین رو صدا زدن. اصحاب میگن دیدیم کم کم امیرالمومنین از پهلوی راست پیغمبر خارج شدن. شب و روزگار خوش.